به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود و عرض ادب محضر همه عزیزان حاضران و غایبان، امروزیان و آیندگان، پدریان و پسریان و نیکان و مشتاقان و مؤمنان و اندیشمندان در عرصه علم و دین. بنده هم مجدداً فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان تبریک میگم. امیدوارم برای همه ما ماه پربرکتی باشه و عید هنگام درو کردن محصولاتی باشد که در این ماه کاشته ایم و انشالله در اون روز مبارک برداشت کنیم. همه ما و همه مسلمانان و همه ساکنان رو به مسکون انشالله از برکات این ماه برخوردار باشند، تحولی در اخلاقیات ما، در شخصیت ما پدید بیاید، سرمایه های علمی و عملی نیکویی بیندوزیم و برای آخرت خودمون اونها رو ذخیره کنیم. همچنین بنده هم پیشاپیش با فاصله یک دو روز در رسیدن نوروز بهاری و بهار نوروزی رو خدمت همه ایرانیان بالاخص تبریک عرض میکنم، خجسته باش میگویم. سال فرخنده و خرم و شادمانه‌ای رو برای همگان آرزو میکنم. امیدوارم که ابرهای اندوه و تنگی و ستم متفرق شوند و باران رحمت باریدن بگیرد، نه فقط بر ملت ما بلکه بر مظلومان جهان، مستضعفان عالم و علل خصوص در این روزگار بر فلسطینیان مظلوم که به دست قاصبان قصاب گرفتار آمده اند و همچنان ظلم اونها و خونریزی و جنایتشون ادامه دارد و پروا و پرهیزی ندارند، حیا و شرمی ندارند و با کمال پررویی و جسارت و وقاحت اعلام میکنند که این خونریزی رو میخواهند و عزم دارند که ادامه بدهند و از سرزنش دیگران هم نمی هراسند. امیدوارم خداوند به اونها هم وجدانی عنایت کند که دست کم به خاطر منافع خودشون به منافع دیگران بیندیشند و این همه در این ورطه هولناک پا نگذارند و شیرجه نزنند که روزی به هلاکت خودشون منتهی خواهد شد. عید امسال در ماه رمضان واقع شده است و چه تقارن مبارکی است. البته این تقارن حکایت از یک نوع تعارض به طور نسبی در فرهنگ ما می کند. ما دو تقویم داریم، تقویم شمسی داریم، تقویم قمری داریم و این دوتا رو یکی نکرده ایم و گاه اینها با هم در می افتند. گاهی عید ما در محرم می افته، گاهی در رمضان می افته. مردم نمی دانند که عید بگیرند، عزا بگیرند. البته ایرانیان در طول این قرون با این مسائل کنار آمدند و کمابیش توانستند که حق هر کدام رو ادا بکنند و نگذارند که این تعارض چیزی از زندگی آنها بکاهد. با همه این احوال، این نامستقیم بودن و دوگانگی در تاریخ‌های شمسی و قمری ما به جاهای دیگه هم سرایت کرده است. من به یاد میارم که در آغاز انقلاب، سالهای آغازین انقلاب، پاره از روحانیون میخواستن که به طور کلی تقویم ایران رو قمری کنند یا ایدهای قمری رو، ایدهایی که مربوط به اسلام است، اونها رو مقدم بدارن و ایدهای ملی رو پس بیفکنند. البته نقشه نادرستی بود، حرف ناسوابی بود، بسیار غیر تاریخی و غیر ملی و غیر معقول بود و به حمدالله ملت ایران اونها رو نشنید. اما این اندیشه های سست و سخیف در باره از اذهان همچنان جا دارد. اما تقارن ماه رمضان و عید یه معنای دیگری هم داره که اونم بد نیست بشنویم. یک یا دو سال دیگه احتمالاً عید نوروز تقریبا معادل با شبهای قدر خواهد شد کم و بیش. غزلی از سعدی رو من می‌خواندم که می‌گوید که مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد عید نوروز. دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. گویی که تقارنی شده بود بین شب قدر و بین عید نوروز که می‌گوید که
به دوبار دهل بزن، برای اینکه دو بشارت در آمده است، دو تا عید شده است. یکی قدر است که به معنای واقعی وقت عزاداری نیست، بلکه عید مؤمنان است که در اون شبها پاداش خود رو میگیرن و تحول شخصیت خود رو احساس میکنن و اون سرمایه‌ای رو که باید اندوخته باشن احساس میکنن که اندوختن. و دیگری هم عید ملی نوروز است. شاید یک دو سال دیگر انشالله به شرط صحت و حیات و توفیق و فرصت با هم بتوانیم این غزل رو مرور کنیم و معنای واقعی و مصداق واقعی اون رو بیابیم که دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. باری تبریک عرض میکنم و خواستار سلامت و عافیت و شادکامی و کامیابی و کامرانی همه عزیزان هستم. ما مظلومان رو نباید فراموش کنیم، علل خصوص مظلومان غزه، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، علی ای حال اونها نباید از قلم بیفتند. ما اونها نمیتوانند در شادی ما شریک بشوند، ولی ما باید در غم اونها شریک بشویم. بدانند که در این عالم تنها نماندند، بدانند که هنوز وجدانهای بیداری هست که از اونها حمایت میکند و جانیان رو ملامت میکند. بدانند که روزگارشون همیشه این چنین نمی ماند و انشالله روزهای روشن هم در پی خواهند داشت، به عنایت و حمایتی که مردمان منصف و با وجدان از اونها می کنند. به سر سخن خود شویم. امروز البته چنان که اعلام کردن، به سبب اینکه من مستعجلم، متاسفانه پرسش و پاسخ نخواهیم داشت. به یاد این شعر حافظ افتادم که بود که یار نپرسد ز ما به خلق کریم، که از سوال ملولی ما از جواب خجل. من البته سوال ملول نیستم، بلکه بسیار هم شکفته می شوم و چیزهایی رو می آموزم، اما امروز از جواب خجلیم به دلیل اینکه فرصتمون کافی نیست. خب ما در قسمت همون وفاق علم و دین و نسبت آیات قرآنی خصوصا با اندیشه های علمی بودیم و هستیم. من عمد دارم و عزم دارم که تا میتوانم نمونه های از این دست رو که در این یک سده اخیر اندیشیده شده و معرفی شده است به شما هم معرفی کنم، تا بدانیم که اندیشه مسلمانان، مفسران مسلمان، قرآن شناسان و دین شناسان حول و حوش چه مسائلی پرواز می کرده است و چه پیش فرضهایی در ذهن داشتند. بارها اشارت کردم که وقتی که به خلاف وفاق علم و دین می رسیم، این که آیاتی معید علمن، آیاتی معارض با علمن، چند پیش فرض در اینجا نهفته است. یکیش این است که زبان دین و زبان علم یکی هستند و بنابراین ها راجع به یک چیز و با یک زبان و با یک منطق و در دل مفاهیم مشخص سخن میگویند و اینجاست که اینها ما ممکن است که با هم برخورد کنند یا اینکه با هم همراه و همراستا شوند. اما اگر چیزی متعلق به عالمی بود و چیزی دیگری متعلق به عالمی دیگری بودی که در هوا پرواز میکردی که در روی زمین حرکت میکرد، اینا با هم تصادف نمیکردند. بنابراین یه پیشفرض خیلی مهم در اینجا این است که اینها موضوعاً و منهجاً، یعنی به لحاظ روش و زبان و موضوع، اشتراک دارند و یکی هستند. به همین سبب هم علم رو به تأیید قرآن می‌آورند یا علم رو مخالفان در نقض معارف قرآنی به کار می‌گیرند. ما البته اینها رو بعدها انشاءالله سبک سنگین خواهیم کرد و در ترازوی نقد خواهیم نهاد. فعلا من سعی می‌کنم نمونه‌ها رو هرچه بیشتر اینجا به دست بدهم. نمونه های ناقض بیشتر از این نمونه های معید است که اینجا با هم میگوییم و میشنویم، به سراغ اونها هم خواهیم رفت. خب امروز من دو یا سه تا نمونه رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که اینها همشون از قضا شنیدنی هستند. ملاحظه کنید، اولینش عبارت است از آیه پایانی، از یکی از آیات پایانی سوره نمل، یعنی آیه 88 که براتون میخوانم. و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون.
اجازه بدید آیه قبلش رو هم بخوانم. آیه قبل: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. در صور در شیپور دمیده می شود و هر که در آسمان ها و هر که در زمین است به وحشت می افتد و همه ذلیلانه در پیشگاه ربوبی حاضر می شود. و بعد آیه بعدی: و تر الجبال تحسبها جامدتن. کوه‌ها رو می‌بینی که بر جای خود ایستاده‌اند، جامد و ساکنند، در حالی که تو اینطور می‌بینی. هی تمر مر السحاب، مثل ابر در حرکتند، حرکت آرامی مانند حرکت ابر دارند، اما به نظر ساکن و جامد میان. صنع الله الذي اتقن كل شيء، این کار خداوندی است که همه چیز رو متقن ساخته است. ان الله انه خبير بما تفعلون، خداوند به رفتار و کردار شما آگاه است. خب این آیه که میگوید که از یک طرف کوه ها رو ساکن و راکد و جامد میبینی و از طرف دیگر اینها واقعا ساکن نیستند بلکه در حال حرکتن و مثل یک حرکت نامحسوس آرام ابرها که بالای سر ما در حرکت هستند، این برای کسانی مبنایی یا دستاویزی شده است تا بگویند که این دلالت بر حرکت زمین دارد. از مفسران ما در این روزگار یکی تفسیر نمونه که زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی اداره می شود این گمان رو زده است و این آیه رو جز به اعجازهای علمی قرآن محسوب کرده که حکایت از حرکت زمین می کند، و در تفاسیر اهل سنت و حتی در وبگاه هاشون و در اینجاها فراوان به این آیه استناد کردند. حتی کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی هم گفته است که چنین تفسیری از این آیه دور نیست، گرچه ایشون اما و اگری در کار آورده است. اما جالبتر از این است که کسانی مثل ملا صدرای شیرازی این آیه رو دلیل بر حرکت جوهری گرفتند و گفتند که قرآن می‌فرماید که کوه رو می‌بینی. حالا این کوه یک نمونه است و یا هر چیزی رو که در این عالم ماده است می‌بینی که گویی ساکن است و حرکتی ندارد، اما واقعا حرکت دارد و یک حرکت آرامی در جوهر او و در دل او می‌گذرد و خداوند از چنین حرکتی خبر داده است. بنابراین این آیه یک مزیت دوگانه دارد، هم به دلیل علمی میتواند اعجاز واقع بشود، هم به دلیل فلسفی، البته بعد از فلسفه ملا صدرا، چون که شما سراغ ابن سینا بروید و فیلسوفان پیش از ملا صدرا که قائل به حرکت جوهری نبودند و اصلا چنین ترمینولوژی در فلسفهشون نبود، اونا چنین استفاده‌ای و استنتاجی از این آیه نمی کنند و نمی توانند بکنند. اما ذهن فیلسوفانه مرحوم ملا صدرا و همچنین شاگرد ایشون یعنی مرحوم علامه طباطبایی، ملا صدرا که تقریبا مطمئن است که این آیه دلالت بر اون معنا دارد، مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیر المیزان میگویند که بله میتواند اون معنا رو هم بدهد. البته اضافه میکنند که قرائنی که در آیه است چندان موافقت با این معنا ندارد. یعنی ما اگر پیش و پس این آیه را در نظر بگیریم، اون آیه قبلیش رو که خوندم و آیه بعدیش رو که خواهم خوان، اینها نشان می‌دهد که مسئله مربوط به عالم قیامت است. آیه قبلی گفت که یوم ینفخ فی الصور، روزی که در شیپور در صور دمیده می‌شود و همه زنده می‌شوند و همه از درآمدن در دنیای جدید به وحشت و حیرت می‌افتند و همه در اون روز سرکشی ها رو فرو نهاده اند و خاضعانه در مقابل خداوند ایستادند. بعد اشاره می کند که و تر الجبال، یعنی وقتی این آیه به دنبال آیه قبلی میاد، یعنی در اون روز کوه ها رو می بینی که
گویی ساکنند اما در واقع در حرکتند. خب معنای این چی میشه؟ معنای این همون آیات دیگری در قرآن است که یوم نسیر الجبال، روزی که ما کوه‌ها رو به حرکت در می‌آوریم و این کوه‌ها نهایتاً هم می‌پاشند از هم، منفجر می‌شوند و با خاک یکسان می‌شوند، کوهی نمی‌ماند. چون در قرآن آیات دیگری داریم که قیامت گویی که در یک دشت بسیار صاف و همواری اتفاق می‌افتد. یسألونک عن الجبال در سوره نجم است. یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، از تو میپرسند که به کوها، به سر کوها چه خواهد آمد، بگو خداوند من اونا رو خرد خواهد کرد. فجعلها قاعا صفصفا، قاع صفصف یعنی یک دشت هموار. دشت هموار جای دیگه هم باز آمده است که در روز قیامت مردم که سر برمیدارن فعضا همو به ساهره، ساهره نه با هی جیمی به معنای جادوگر بلکه با هی دو چشم، یعنی دشت. یه مرتبه میبینن در یک دشت صافی هستن، یعنی نه کوهی هست نه پستی نه بلندی و غیره. چند جا در قرآن این آمده است. بنابراین این که کوهها حرکت میکنن یعنی گویی که به لرزه در میان و جامد به نظر میان، این کلمه جامد هم در اینجا مهمه، بعد مثل این که میپاشن یعنی نرم میشن و از حالت جامد لابد به صورت رقیق تری در میان و از جمود خارج میشن و بعد هم پخش و پراکنده میشوند و با خاک یکسان میشوند. تو کوه ها رو میبینی که جامدن ولی اینا در حال حرکت و جنبش و لرزشن. تمر رو مر سحاب، حرکت آرامی دارن مثل ابرها. صنع الله الذي اتقن كل شيء، این کار خداوندی است که هر چیزی رو متقن کرده است. انه خبير بما تفعلون، و عرض می شود که بله، اینجا اتفاقا این مفسر که جناب جلال الدین سیوطی باشد اشاره می کنه یه وتر الجبال، یعنی تبصرها یا تبصرها وقتا نفخه، تو هنگام دمیدن در سور کوها رو میبینی، تحسبها یعنی تظنها، فکر میکنی، گمان میکنی که جامدن یعنی در جای خود ایستادن، در حالی که تمر مر السحاب اذا ضربت الريح، یعنی وقتی که بادها ابرها رو میرانند، اینها اینچنین میشوند، بعد کوهها حرکت میکنند و تغییر پیدا میکنند. فتستوی بها مبسوستن ثم تسیر و کلعه، انقدر پیش میرند و این پاشش پاشیدن در اونها جریان پیدا میکند که مثل پنبه میشوند، پنبه زده شده. ثم تسیر و هوا ان منصورا، بعدش هم گردی پراکنده در فضا. اتفاقا تعبیر کل اهن المنفوش بازم در خود قرآن هست که یوم تکون الجبال کل اهن المنفوش، روزی که کوها مثل پنبه زده شده هستند، یعنی همین دیگه، یعنی از حالت جامد و راکت بیرون میان مثل پنبه زده میشن، بعدم غبار میشوند در فضا. معناش اینه. خب این آیه بعدی هم این است که میگه من جا بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، کسی که کار نیکویی کرده باشد پاداش بهتری به او داده می شود و از وحشت و حراس اون روز ایمن خواهد بود. اینا دو تا آیه قبل و بعد بود و اون هم آیه میانی بود که براتون خوندم. خب همه قرائن توی این آیه نشان می دهد که مسئله مربوط به روز قیامت هست. قرائن قرآنی دیگر هم که و شواهدی که اینجا بیان کردم که اونها هم همه هم راستا و یک کلام میگویند که در روز قیامت قرار است که این حشر در یک دشت هموار و قاع صفصف صورت بگیرد، لذا همه پستی و بلندی ها از بین میره، علل خصوص کوههایی که محکم گویی سر جاشون ایستادن، اونها هم مثل پنبه زده میشوند و به صورت غباری در فضا پراکنده میشه.
ولی یه عده‌ای با داشتن چشمی یا به فلسفه یا به علم، و این همون بحثی است که من در کتاب قبض و بسط کردم که در دورانهای مختلف دانشهای بیرون دینی به دانشهای درون دینی چشم میدادن، جهت میدادن و معنا میبخشیدن. خب این اگر ما در روزگاری میزیستیم مثل گذشتگان که بحث حرکت زمین براشون مطرح نبود، میبینیم که هیچ یک از مفسران پیشین چنین استفاده و استنتاجی از این آیه نکرده است. اینها مال همین 70 80 سال 100 سال اخیر است. یا هیچ یک از مفسران پیشین که بعضی از اونها هم ذهنیت فلسفی هم حتی داشتن، اما استفاده حرکت جوهری از این آیه نکرده. این ذهنیت های جدید است که وارد می شود و چشم ما رو باز می کند، گاهی هم چشم ما رو می بندد. حتی قرائن رو یه وقتا نادیده می گیریم و سعی می کنیم به تکلف چیزی رو در آیه قرآن بخوانیم. من همیشه معتقدم که در فهم آیات قرآن باید دید که پیشینیان این رو چجوری می فهمیدن. آیا در مقابل این آیه ها گیج و متحیر بودن؟ می گفتن ما نمی فهمیم چی می خواد بگه. در مورد پاره آیه ها این چنین هستا که مفسران چنان اختلافاتی دارن که معلوم میشه که باید از یه راه دیگری وارد شد. ولی علل عموم این چنین نیست. این کتاب برای همه مردم بوده. ولقد یسرنا القرآن للذکر، خداوند میفرماید ما این قرآن رو آسون کردیم. یه چیزای پیچیده لغزوار معماواری نیست که حیرت افکن باشد. و این آیات رو خب میخوندن میفهمیدن، از جمله همین آیه. اما خب حالا کسانی خواستن چنین استفاده کنن. بنابراین این که کوه ها رو میبینی که راکتند و جامدند ولی در حقیقت در حال حرکتن، این واقعا مربوط به عالم قیامت است. به نظر بنده استفاده علمی از آن نمیتوان کرد، اون رو اعجاز علمی قرآن نمیتوان خواند. از آن طرف اونهایی که استفاده فلسفی کردند و در صدرشون جناب حکیم بزرگ ملا صدر شیرازی که مبدع و مؤسس نظریه حرکت جوهری است، به گمان من ایشان هم البته در این راه افراد کردن. عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی میگه میخوره به اون حرفا، میخوره، ولی قرائن تأییدش نمی کنند. حرکت جوهری رو عزیزان شاید اصطلاحش رو شنیده باشن، معنای خیلی دقیق و ظریفی دارد. در گذشته یعنی نزد عموم حکیمان، حکیمان ارسطویی، حکیمان مشائی، حرکت در چهار مقوله عرضی واقع می شود. حرکت در چهار مقوله عرضی واقع می شد. یعنی حرکت در مکان داشتیم، حرکت در زمان داشتیم و حرکت در وضع داشتیم، یعنی چیزی دور خودش بگرده، و حرکت در کم، یعنی در کمیت. بر سر اینکه آیا حرکت در کمیت داریم یا نداریم اختلاف بود، ولی بیشتر فیلسوفان می گفتن وقتی درختی رشد می کنه، این در کمیت او تحرکی پیدا می شود. یا اگر چیزی در کیفیتش تحرکی پیدا شد، یعنی مثلا فرض کنید رنگش عوض شد از سیاهی به سفیدی، از سبزی به سرخی و غیره، اینم حرکت کیفیه. حرکت مکانی را میدونیم حرکت زمانی، ولی حرکت کمی ذره مسئله بود. اما اون چی که اصلا مطرح نبود حرکت جوهری بود، یعنی یه جوهری در خودش حرکت بکنه. حرکت های دیگه حرکت جوهر در مکان است، حرکت جوهر در کیف است، حرکت جوهر در کم است، اما اینجا حرکت جوهر در جوهر است. و این اون چیزی است که در واقع ملا صدر معتقد بود و شاید مهمترین دلیلش هم زمان بود. گفت زمان فرزند حرکت است، فرزند حرکت جوهری است. اگر این جهان ثابت بود زمانی هم در کار نبود. ثابت حالا همه جور ثبوت، من جمله ثابت بودن جوهری. و در عوالم بالا یعنی عوالم ملکوت و ماوراء طبیعت چون حرکت نیست، و منظور حرکت هم تغییر و نه فقط حرکت از نقطه الف به ب، چون در عالم بالا تغییر نیست، دگرگونی نیست، زمان هم نیست، البته مکان هم نیست الی آخر. در ذات باری هم همینطور که خب
اصلا خدای از سنگزات بیمثالش نگردد، هرگز از حالی به حالی در او تغییری رخ نمیدهد، زمان هم بر او نمیگذرد. زمان مستقل از ماده نیست، فرزند ماده است، پیامد وجود ماده است. چون ماده داریم زمان داریم، و چون ماده‌ای داریم که حرکت جوهری دارد زمان داریم، و الا زمان پیدا نمیشد. زمان چیزی نیست که موجودات در او باشند، زمان در موجودات است و موجودات می گذرند. این وجود گذرا مال موجودات است، موجودات مادی، و این گذرا بودنش همون به صورت پدیده زمان ظاهر می شود که ما در فیزیک و ساعت اونها رو می سنجیم، و الا زمان که ساعت نیست، ساعت فقط نماینده و حاکی از زمان است. باری این رأی، البته این که ما چیزی داریم به نام حرکت جوهر در جوهر که به اون حرکت جوهری میگوین، این خب رأیی است که مورد قبول خیلی ها واقع شده، و بعد از ملا صدرا یک رأی مقبول محترم فلسفی شمرده می شود. اینا همه به جای خود و ما بر سر اون آرا فعلا مناقشه نداریم. همچنین حرکت زمین هم به صورت یک نظر محترم میشه گفت ثابت شده یه علمی وجود دارد، ما با اون هم مناقشه نداریم. اون چی که محل بحث است این است که آیا از این آیه این چیزا استفاده میشود یا نه. به هر حال به نظر بنده نه، ولی فعلا ما داوری نمی کنیم. چنین سخنانی گفته شده است و اونها رو دلیل بر اعجاز قرآن گرفتند. بسیار خوب، از این بگذریم، بریم سراغ سوره انعام و آیه 125 سوره انعام که اون هم محل سخن بوده است. خب ملاحظه بفرمایید، آیه 25 سوره انعام رو براتون میخوانم. آیه خیلی مهمی است این، به دلیل اینکه مورد استفاده متکلمان اشعری و معتزلی قرار گرفته است. ما امروز به اون وجه و به اون بعد از این مسئله نظر نمی کنیم، اما شایسته است که عزیزان نظر کنند و این آیه رو مورد مطالعه قرار بدن و آراء بسیار متخالف و متفاوت مفسران رو هم در این آیه ببینن. ولی خب یه جنبه ای دارد که از نظر بعضی ها به اجازات علمی هم میخورد، ما اون جنبش رو بیشتر مد نظر داریم. فمن یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، هر کرا که خداوند بخواهد هدایت کند سینه او رو برای اسلام گشاده خواهد کرد. اسلام یعنی تسلیم، نه لازم دین اسلام. این آدم چنان خواهد شد که تسلیم حق خواهد شد. وقتی که خداوند میخواهد کسی رو هدایت کند، در قدم اول یک قلب پذیرای حقیقت و تسلیم به حقیقت به او عنایت میکند. شرح صدر به او میدهد، یعنی سینه او رو گشاده میکند. این تعبیر در قرآن میدونید در جای دیگه هم به کار رفته، در همون سوره ای که به پیامبر خطاب میکند، علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرك. در واقع خداوند منت میگذاره، نعمت های خود رو بر پیامبر برمیشه. یکی این که مگه ما تو رو سینه گشاده ای ندادیم، سینه فراخی ندادیم. سینه فراخ کنایه از چیز، یکی این که خاضع در مقابل حقیقتی، دوم این که تحمل جفاها رو داری، به هر دو معناست. یعنی اینقدر آزار که میبینی میتونی تحمل کنی، از راه در نمیری و جا خالی نمیدی و پشت به این نهضت نمی کنی و کارت رو میگیری و پیش میری. خب فمن یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، خیلی شبیه بعضی از سخنان است که توی مثنوی شما میبینید. هر کرا خواهد خدا خدا یاری کند، چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. وقتی که خدا میخواد ما رو یاری کنه، ما رو چنان میکنه که به تضرع و به زاری رو میاریم تا اینکه بالاخره حاجت ما روا شود. یا هر کرا خواهد خدا جام درد، میل او را در طعن نیکان برد.
هر کی هم که خدا میخواد آبروشو بریزه میاد و او رو یه جوری وسوسه میکنه، یعنی شیطان وسوسهش میکنه که بدی نیکان رو بگوید و وقت با گفتن بدی نیکان خودش رسوا خواهد شد. بله خلاصه، من یورد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام، از اون طرف، و من یورد ان یذله، هر که را که بخواهد خدا از هدایت محروم کند و گمراه کند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینش رو تنگ میکنه. دقیقا در مقابل اون فراخی سینه، اینجا سینه تنگ میاد. این سینه تنگ خیلی معنای روشنش جزمندیش میشه، متعصب میشه و خودشیفته میشه، جا برای سخنان دیگه نداره، آغوش گشوده‌ای به روی حقیقت نداره، صدر ضیق، ضیق حرج، حرج پیدا میکنه. این در مقابل شرح صدر قرار میگیره. خب مفسرین گفتن که آدمی میشود شاک، یعنی پر از شکوک و شبهات، تعبیر اونها این بوده. صدر او رو خداوند تنگ میکنه، یعنی چنان شلوغ میکنه که اصلا حرف حق، هدایت اون وسط گم میشه. به هر حال اینها دو تا نکته آغازین این آیه هستن. پس کسانی که خداوند هدایتشون میخواد بکنه، علامتش و مقدمش این است که یک آغوش باز و یک سینه فراخی نسبت به اسلام، یعنی تسلیم به حقیقت پیدا میکنن. هر که را هم که بخواد او رو گمراه کنه یا نعمت هدایت رو از او دریغ بدارد، سینه او رو تنگ میکند. تا اینجا آیه شما حدس میزنید که این چگونه میتواند به صورت سلاحی در دست اشاعره خصوصا به کار رود، که به کار رفته است. کسی مثل فرض کنی فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح الغیب به خودش میگه این دیگه حرف قوم ماست، اصحاب ما، یعنی اشاعره، دقیقا همینو میگن، میگن هدایت و ضلالت مستقیما به دست خداوند است و ایمان کار عبد نیست و اوست، خداوند است که میخواهد و کسی رو میپسندد و میگزیند و میاد و مقدمات هدایت رو هم به او عطا میکند، یعنی همین سینه فراخی به او میبخشد که او ایمان رو بپذیرد. از اون طرف هم کسانی رو که خدا دوست نداره به هر دلیلی که ما نمیدونیم، اینها رو آمادگی برای پذیرش حقیقت نمیبخشد، بلکه سینه شون رو پر از اندیشه های باطل، پر از شکوک و شبهات میکند و ذهنشون رو چنان متفرق میکند و ضمیرشون رو چنان متعصب و جذبندیش میکنه، به طوری که راه به هیچ فکر نوی و ایمان نوی نمیدهن، در همون جا که هستن میمانن، در گمراهیشون فی زلال بعید باقی میمانن تا دم مرگشون. خیلی خب، این معنای ظاهری این آیه و اینکه چگونه میتواند محل جدالهای عنیف کلامی قرار بگیرد. منتها بعدن یک مثال اینجا میاد که سینه اون افرادی که تنگ میشود، چون کلمه شک و شبه و فلان که تو قرآن نیامده، سینه شون تنگ میشه در مقابل سینه شون که فراخ میشه. مثال میزنه، تنگی سینه اینا مثل کسی است که انما یسعد فی السما، مثل کسی که در هوا پرواز میکند. پرواز هم البته نگفته، یسعد یعنی ارتفاع میگیره، صعود میکنند، میره بالا به طرف آسمان. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، چنین است، بدین شیوه است که خداوند پلیدی رو، مهر پلیدی رو بر کسانی که ایمان نمی آورند میزند و تثبیت میکند. و هازا صراط ربک مستقیما، راه مستقیم خداوند همین است، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، و مسائل رو ما برای افرادی که اهل تذکر و اهل پند گرفتنن بیان کردیم و تفصیل دادیم و توضیح دادیم الی آخر. خب اون شاهد مثال چیست؟ اون اعجازی که در اینجا صورت گرفته چیست؟ در اون مثال است. یه عده‌ای از راه رسیدند، از مفسران و شبه مفسران امروزین،
با چی؟ با استفاده از تئوری تنفسی در روزگار ما و اینکه ما در تنفس اکسیژن میبلعیم و گاز CO2 پس میدهیم. گفتند که بله، قرآن خبر از یک چنین واقعیتی میدهد. آدمی هرچی که ارتفاع بگیره از زمین، بالاتر و بالاتر بره، هوا رقیقتر و رقیقتر میشه، اکسیژنش کمتر میشه، شبیه احوالی که شما گاهی بالای کوه رفته باشید، ارتفاعات بلند، و در اون هوای کم تنفس مشکلتر میشود و چون بدن احتیاج به اکسیژن بیشترم داره، به تب و تاب بیشتر هم میفته. درست مثل وقتی که آدم مثلا ورزشی کرده باشه و این باعث میشود که در وقت تنفس تون تنفس بکنه تا اینکه اکسیژن بیشتری رو به خودش جذب بکنه. خب من ابتدا یک نکته رو اینجا بگم که بد نیست، مناسبتی با ماه رمضان داره. از اون جدال‌های و قوقاهای کلامی که بپرهیزیم، در مورد بخش آغازین این آیه که میگوید هر که را که خداوند بخواهد که هدایتش کند به اسلام، هدایتش کند، سینه او رو فراخ میکنه، چندین روایت از پیامبر بزرگوار آمده است که از ایشون پرسیدن که این شرح صدر چگونه رخ میده، علامت این که سینه کسی فراخ شده چیست. روایات بسیاری هست در این باب و همشون هم جواب یکسان از پیامبر آمده است مطابق اون منقولات، و اینکه ایشون فرمودن که علامت شرح صدر این است که از تجافی اندار الغرور، فاصله گرفتن از دار الغرور و انابت و الى دار الخلود و رو آوردن به جهان پایدار و جاودان. اتفاقا این جزو دعاهای ماه رمضان است و خصوصا دعاهای شب قدر. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. جزو دعاهای است مخصوصا شب 27 ماه رمضان. هر شب و هر وقتا بخوانید، در قنوت خودتون هم بخوانید، بسیار شایسته است. خدایا منو با این دنیا و این زندگی یکی نکن. من فاصلم باید با این حفظ بشه. باید حفظ بشه. من این نیستم. من این دنیا نیستم. من این حیات فانی نیستم. این رو به من تفهیم کن. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود. راستای من رو به سوی حیات جاودان قرار بده. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. قبل از درآمدن فوت من آماده مرگ شده باشم. آماده این سفر شده باشه. پیامبر فرمودن علامت شرح صدر اینه. این خیلی آموختنی است. علامت این که کسی سینه‌اش فراخ شده واقعا همه، چون این تعلقات سینه آدمی رو تنگ میکنه، میاد پر میکنه دل رو، جا برای چیز دیگه باقی نمیمونه. توجه میکنید؟ جا برای چیز دیگه. اما وقتی که تجافی، یعنی فاصله گرفتن از دار الغرور، از این خانه فریب، از این خود اسرا به تعبیر مولانا پدید آمد و آدمی فکر آماده شدن برای زندگی دیگر شد، این نشانه میده که این آدم عوض شده. این تو این دنیا زندگی میکنم، این تو این دنیا زندگی نمیکنه. گفتش در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. تو این دریا هست اما خیس نشده و راه دیگری رو داره میره و قبلگاه دیگر انتخاب کرده. خلاصه این روایت هم به یاد داشته باشید که در ذیل این آیه آمده است و چقدر هم خوب و نیکوست. خب بریم سراغ اون اعجاز علمی. بله، کسی که هدایت نمیشود یا خداوند نمیخواد هدایتش کنه، سینه او رو تنگ میکنه، مثل اینکه نفس تنگی میگیره، مثل کسی که می رود بالا و بالا، ارتفاع می گیره از سطح زمین و میره به اون نقطه هایی که هوا رقیقه و اکسیژن کم است و لذا تنفس مشکل تر می شود. خب تمام، من مراجعه کردم به عموم مفسران پیشین، حتی مفسران امروزین ما، یعنی کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی، یک نفر از این حرفا نزد.
یک نفر این آیه رو اینطوری نفهمیده و احتیاجی هم نداشته است که اینجوری بفهمه، یعنی اینکه در فهمش گیر کنه و بگه ما نمیفهمیم که به سوی آسمان رفتن یعنی چی و چرا سینه تنگ می شود. همشون گفتن که معنای این آیه این است که مثل کسی که میخواهد که انما یسعد فی السما، میخواد بپره بالا و چون یک آرزوی محالی داره سینه او تنگ میشه، یعنی ناراحت میشه، مضطرب میشه، کاری که از توان او خارجه عزم انجامش رو میده و ناکامی او تعبیر میشود به اینکه نفس تنگ شده است یا سینهش گرفته یا راه ها برو بسته شده است. پس ببینید اینکه یجعل صدره ضیقا حرجا، یعنی سینه تنگ، یعنی راه ها برو بسته شده است، آغوش بازی ندارد و حقیقت های تازه رو نمیپذیرد. اما خب کسانی با همین درک های جدیدی که میشناسیم اینها رو آمدند و چنین معنا کردند. خب این هم آیه دومی که میخواستم برای عزیزان عرض کنم. یک سومی رو هم اینجا اضافه میکنم که اخیراً در یکی از سایت های ایرانی دیدم به یک گوینده با کمال ابتهاج، البته به نظر من ابتهاج کاذب، سخن میگفت و گویی که کشف خیلی بزرگی کرده است. میگفت که بله، در سوره نحل آیه‌ای داریم که اصلا اسم سوره از همونجا آمده دیگه، راجب زنبور عسل و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات الی آخر. خداوند وحی کرد به زنبور عسل که برو و خانه بگیر در کوها و بعدم برو از میوه های درختان و گلها تغذیه کن و بعدم شرابی، نوشابهی که نامش عسله از شکم او بیرون خواهد آمد که فیه شفا و نمناس، شفای مرزون درست. خب این آیات هم خیلی معلوم معناشو، البته یه عده‌ای خواستن همون بیرون آمدن عسل رو هم با یه توضیحاتی به اجازات علمی بچسبانن که لایت چسبک است به اصطلاح، اما اصل این معنا که به زنبور عسل وحی می شود یا به تعبیر مولانا به کرم ابریشم هم وحی می شود و این ساز و کارهایی که در این جانوران هست، اینا می شود گفت به گاو هم وحی می شود که شیر می ده، به از زنبور عسل هم وحی می شه که عسل می ده، به کرم ابریشم هم که ابریشم می ده و غیره وحی می شه. یعنی چی؟ یعنی بالاخره یک ساختمانی دارن، ساختاری دارن اینها که اینها رو تولید می کنن و وحی الهی فقط وحی آگاهانه نیست، وحی ناآگاهانه هم هست. در قرآن هم داریم اوها ربک فی کل سماء امرها، خداوند در هر آسمانی امر او رو، امر خودش رو و امر مربوط به اون آسمان رو وحی میکند. یا مثلا در روز قیامت داریم که زمین میلرزد و همه اون داشته های در شکم خودش رو بیرون میریزه، به ان نربک او حالها، به سبب اینکه خدا به زمین وحی کرده است. بنابراین انواع و اصناف وحی داریم، از وحی که به مادر موسی شد تا به زنبور میشه، تا به زمین میشه، تا به پیامبران میشه، به عارفان میشه، همین این زو درجات است. و چه بهتر که ما در این امر اندیشه کنیم و اینکه وحی دقیقا همونطوری که وحی به زنبور میشه و عسل میره، وحی به انبیا هم میشه و اونا چکار میکنن؟ عسل هدایت رو در عالم پخش میکنن. او به نور وحی حق از زوجل کرد عالم را پر از شم و عسل، این که کرم ناس بالا میرود وحیش از زنبور کی کمتر بود، نه نجوم است و نه رم است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. اینا البته خیلی نیکوست، اما یه آقایی آمدند و فرمودند که اگر شما ملاحظه کنید سوره نحل 16 سوره قرآن است از ابتدا که پشمورید. بسیار خوب، نکته دوم این که همین آیه‌ای که میگه اوها ربک الی النحل ان اتخذی، اینم که کلماتشو بشمورید 16 تا کلمه بیشتر نیست. بسیار خوب، تا اینجا بله همینطور است. اما و هزارم سراغ علم جدید، به کروموزوم های جناب زنبور هم 16 تا است و این دیگه از اون چیزهاییست که به طور مطلق بر پیشینیان پنهان بوده است.
و ما امروز این رو کشف کردیم. خب شما ملاحظه بکنید، من یه بار این در بحث عدد 19 برای شما گفتم که این عدد سازی ها و عدد بازی ها اصلا نهایت نداره، همه جور یاوه رو از دلش میشه کشید بیرون با کمال معذرت. کمان که این کاری کردن، ما یه وقتی حروفیه داشتیم، نقطویه داشتیم، حرفا میزدن، چیزهای عجیب و غریب میگفتن، حتی در محی الدین عربی راجع به حروف الفبا و مثلا مثل اینکه فقط یه جور حروف الفبا تو این دنیا داریم، همون الف به جیم دال عربی فارسیه، و اینا رو سعی میکردن از دلشون چیزهای بیرون بیارن و تطبیقاتی با اعداد ابجد بدهند، که توضیح مختصری دادن. اینا دیگه این دیگه خیلی پیشرفته تر از اوناست، این چیزایی که الان ما میبینیم از حساب ابجد و جمل و فلان اینا عبور کرده، رفته توی شکم علم و تعداد کروموزوم ها و نمیدونم چی و اینها. من فقط یه نکته اینجا کافیست خدمت شما عرض بکنم، اینکه سوره نحل 16 سوره است، این بنابر ترتیب سور در قرآن کنونی است و به هیچ وجه یک ترتیب تثبیت شده ای و وحیانی نیست. این رو در زمان عثمان چنین اندیشیدن و ما هم نمیدونیم چرا این کار کردن. تنها مصلحتش این است که سوره های بلندتر رو ابتدا گذاشتن، سوره های متوسط رو در میان و سوره های کوتاه رو در پایان قرآن، و الا اگه میخواستن به ترتیب نزول این قرآن رو ترتیب بدن، تنظیم کنن، بیشتر این سوره های کوتاه باید میومد اول قرآن، خیلی از این سوره های بلند میرفت وسط، ولی حالا چنین تنظیم کردن. لذا نظم کنونی قرآن و ترتیب سوره ها و عدد 16 برای سوره نحل اصلا و ابدا آسمانی نیست و وحیانی نیست و از هیچ جا نمیاد، فقط یه تصمیمی بوده که هنگام جمع‌آوری قرآن در دوران عثمان گرفتن. حالا یه خبر جالبم به شما بدم، اخیراً شاید شنیده باشید که در مشهد قرآنی به نام مصحف رضوی به چاپ رسید و منتشر شد. این یک پدیده بسیار مهم بود در عالم قرآن شناسی. اونایی که با تحقیقات جدید مورخین غربی خصوصا در فرانسه و جاهای دیگه آشنا هستند و با کشف‌های تازه‌ای که از نسخه‌های بسیار قدیمی قرآن صورت گرفته و با شبهاتی که درباره قرآن و اصالت قرآن و موثق بودنش و دست نخورده بودنش و غیره جدیداً مطرح شده، یافت شدن یه چنین قرآنی و چاپ شدنش و عرضه شدنش به بازار تحقیق بسیار کار مهمی بود. این کار زیر نظر یکی از متخصصینی که بنده شخصا میشناسم، ایشون آقای کریمی نیا، که الحق در این کار ورزیده هستند و قابل اعتمادند و سالهای سال در قرآن شناسی کار کردند. این نسخه قرآنی چاپ شد که ظاهرا با محاسباتی که کردند و ملاحظات و مشاهدات و شواهد و غیره، تاریخ این قرآن برمیگردد به همون قرن اول. چون این بحث خیلی زیاد بین محققین و پژوهشگران مطرح بوده است که قدیمی ترین قرآن چیه؟ گویا تا کنون این قرآن که حدود 90% قرآن کامل هم نیست، اگر اشتباه نکنم 80 یا 90% قرآن، این ظاهراً قدیمی ترین است. در چندین نسخه چاپ شد، محضر علمای قم بردن، نجف بردن و رابط قیمت بالایی هم داره. این قرآن از قضا ترتیب سورش، این ترتیب این سوره های این که قرآن است با ترتیب سوره های ابن مسعود. ابن مسعود هم میدانید دیگه، خودش یک قرآن داشت و وقتی که عثمان جمع آوری قرآن میکرد، به کسانی که نسخه های از قرآن رو داشتن، کاتبان وحی بودن، گفت همتون قرآناتون بیارید. امام علی آورد، ابن مسعود آورد، ابی ابن کعب آورد، دیگران آوردن، ابو موسی اشعری دیگران، و بعضی از این قرآن‌ها رو بعد از اینکه اون قرآن رسمی و کانونیکال آماده شد و تدوین شد، بعضی از اون قرآن‌ها رو عثمان دستور داد که بسوزانند، از بین ببرند تا یک نسخه واحده از قرآن بماند و تشویش و اختلاف در آیات قرآنی نیفتد. اما کسانی مثل ابن مسعود و ابی ابن کعب قرآن خودش رو نگه داشتند و عثمان ندادند که بسوزاند، همچنین علی ابن ابی طالب. این قرآن ها مونده بود
و ما نشانی داریم. قرآن امام علی رو شیعیان میگن که در خانواده پیامبر مونده است و نسخه اصلی الان نزد امام زمان است. بسیار خوب، اون که حالا در اختیار کسی نیست. اما قرآن هایی مثل ابی بن کعب ابن مسعود اینا، ما نشانه هایی داریم که اینا تا چند قرن بعد هم در دسترس بودند. البته قرآن اصلی و متداول هم مصحف عثمانی بوده است، ولی اونا هم بودند. خب از اونا در این قرآنی که از مصحف رضوی آورده است، ترتیب سورش بنا به قرآن ابن مسعود است و همین کافی است که به شما بگوید که سوره نحل که عدد ترتیبی 16 است، دلالت بر هیچ چیزی نداره و هیچ چیزی رو اثبات نمی‌کنه، هیچ چیزی رو نفی نمی‌کنه، یه عمد کاملا قراردادی بوده و میشه اون قرارداد رو هم عوض کرد. بعدم کروموزوم ها اونا چه ربطی داره؟ آدم هر عدد 16 رو از هر جا گیر آورد اینا رو به هم بچسبونه، خب فردا به عدد 19 اون یکی عدد 12. آخه فقط مشابهت عددی و این تساوی و عدم تساوی اعداد میخواد چی رو به ما ثابت بکنه؟ چقدر آدم باید از هدف یک کتاب دور باشه و به جای اینکه از اون کتاب استفاده بکنه شروع کنه به این تجزیه و تحلیل های باطل؟ کاش که تجزیه و تحلیل های درست و سودمند و مثبت و نتیجه بخشی بود. من همیشه مثال زدم، شما رو در ته چاهی انداختند و یک کسی تنابی رو از بالای چاه آویزان کرده و به شما میگه تناب رو بگیر بیا از چاه بیرون. اینقدر این ته چاه به شما خوش اومده و اینقدر غافلید از اینکه دنیای بیرونی هم وجود داره، اونجا شروع میکنید به، حالا فرض کنید شیمیست هستید، به تجزیه و تحلیل شیمیایی این تناب که این از چی ساخته شده، از کربونه، از اینه، از اونه، و اصلا غافلیت از این که تنابی که انداختن برای این چیزا نبود، برای این بود که تو از چاه بیرون بیای. ببینید به قول مولانا، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. تناب انداختن که تو سر بالا، یعنی بیگیری بیای از چاه بیرون. تو خود این تناب شده اسباب موندن در چاه که بیشتر بمونی و بیشتر کیف کنی و خیال کنی چه کار عظیمی هم داره انجام میده. ببینید این قرآن یک حبل است، یک رسن است، همون که خود قرآن هم میگه و اعتصموا بحبل الله جميعا. این رسن رو آویختند، الحمدلله که این رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. این رسن رو آویختند برای اینکه تو بگیری بیای از چاه بیرون. ولی وقتی که تو سودای سر بالا نداری، خودتو به چیزای دیگه سرگرم میکنی، استفاده اصلی از این رسن رو نمیکنی مثل خیلی های دیگه. اصلش نعمت هدایت است، همین که قرآن گفته است که برید برای خودتون شرح صدر ایجاد کنید، دنبال او برید، او رو که رفتید و پیدا شد، آغوش باز نسبت به حقیقت و تسلیم به حقیقت پیدا کرد، نشانه اینی که خدا میخواد هدایتتون کنه، اصلا خودش هدایت رو برای شما میآورد. اما اینکه تفسیر کلامی آیه چیز و آیه اون شبهاتی که میگویند در جای خیشتن هست یا نه، در وقت دیگری باید از او سخن بگوییم. بسیار خوب، وقت ما به پایان رسید، سخن ما هم به پایان رسید. همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. بار دیگر عید نوروز رو خدمت عزیزان خجسته باش می گویم. برای همه سالی پر از کامرانی و شادکامی و کامیابی آرزو می کنم، برای ملت خودمون، برای همه جهانیان، و دست ظالمان رو از ظلم کوتاه می خواهیم. خداوندا این دعای ما مستجاب کن. یک دعایی که یکی از عارفان میکرد و من دوست دارم که در پایان سخن بگم: خداوندا انجام دادن کارهای نیک رو بر ما آسان کن و انجام دادن کارهای بد رو بر ما دشوار کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.